اگه واقعا معتاد بشی نمیشه خودش آدم ترک کنه، هرچی هم اراده داشته. بعد میگه من اراده ندارم، پس نه با دکتر، با دوا، زیر نظر متخصص. اگر تونستید شما ترک کنی که میشه ترک کنی، شما انقلابی هستید. اصلاح رو از خود تو شروع کردی که بخواد جامعه رو اصلاح کنی، ولی اگه تریاکیتون رو بکشید، کوکائینتون رو بزنید، هروئینتون رو بزنید، علفت رو بزنید، علفت گوشه خیابون بزنید، بیا بگید نگاه 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 جات خالی که این به درد نمیخوری که این تاس under influence of drug. این تو نیستی، این دوا، این مواد مخدره که داره بهتون میگه بیا با فریاد بزن در تظاهرات شرکت کن و جیغ بزن. اگر مواد مخدر نزدی و اومدی همین شعارا رو دادی، تو انقلابی هستی. هزار تا عادت دیگه هست. مشروب میخوری، نمیگم مشروب چیز بدیه یا نخورید، ولی اگه مشروب هر شب مشروب میخوری دیگه، این مشروب میخوری هر شب، یه مشروب خوری دیگه، دیگه نمیتونی بگی آقا من مشروب خور نیستم. حالا یکی ده 15 روز، یه هفته، یه دفعه، 20 روز، یه دفعه، 40 روز، یه دفعه مشروب، اون مشروب خور نیست. بهش میگن چی میگن؟ سوشالایز میکنه. کاکوداری، اوکیژنالی اینا میگن. کاکوداری برای مثلا یه چیز اجتماعی همه میخورن، تو هم یه لیوان شراب بخور، اون مشروب خور نیستی. ولی هر شب داری مشروب میخوری، میخوای انقلابی باشی و میخوای ایران تغییر بدی، مشروب رو بذار کنار. اون موقع فکر میکنی، اون موقع معنی میشه که تو آدمی هستی که میتونی انقلاب بکنی. یعنی اول در خودت اصلاحاتی به وجود آوردی، یه دگرگونی رو ساختی، حالا این دگرگونی میخواد تستش کردی، میخواد بله تو مشروب خور باشی، قمار باشی، هر کدوم از چیزایی که من دارم میگم کینه داشته که نمیتونی انقلابی باشی، تو نمیتونی جامعه رو تغییر بدی. جامعه اصلا مریض این چیزا هست، تو باید سالم باشی که بتونی یه جامعه سالم بسازی. انقلاب رو بس از خودمون شروع کنیم. حتی بذارید یه چیز دیگه بگم، یه ذره هر عادت بدی که فکر میکنید بقیه به شما میگن این عادت بده، ممکن هیچ کدوم اینا نباشید، یه عادتی دیگه داشتید. مثلا فکر کنید آقای هستید، حالا من این کلمه رو زیاد خانما میبرم بکنم، یه طرف هیزه، فکر کنید یه مرد میشتره بده، حالت چندشاور داره، مثل هیزه. اگه شنیدی بهتون میگن هیزه، اگه خودتون میدید زنباره هستید، اگه تونستی یه عادت ترک بکنید انقلابی هستید. بنابراین اصلاح و تغییر و انقلاب را هر نفر، هر شخص باز از خودش شروع کنه. به نظر من ما مملکتمون رو نمیتونیم تغییر درش بیاریم، نمیتونیم انقلاب بکنیم، مگر اینکه انقلاب رو دونه به دونه خودمون اول در خودمون رو وجود اعتقاد پیدا کنیم. و برای انقلاب باها داره، هزینه داره. همینجوری انقلاب به دست میاد که عاشق خونه خاله نیستش که برید اونجا عاشق خاله حاضر باشه بخورید، باید برش بابتش باید بپردازید، هزینه کنید. انقلاب و آزادی باها داره، باهادار، اگه کالای باهادار و با ارزشیه، همینجوری به آدم نمیدن. این بزرگترین موهبت انسانی یعنی آزادی. همینجوری که برید تو خیابون، که قرار بود با چهار تا تو خیابون رفتن شما بتونید انقلاب کنید که تمام بود که. انقلاب به از خودگذشتگی نیاز داره، به روحیه انقلابی نیاز داره، به اینکه شما از زنتون، بچه‌تون، مادرتون، پدرتون، برادرتون، خواهرتون بگذرید، از خودتون بگذرید و در خدمت خلق باشید. و تا این انقلاب در زمینه‌های منفی، هر انسان این چیزای منفی رو گفتم دو سه هفته پیش بود، خانمی من گفت آقا شما چقدر ماهید فلان، گفتم به خدا شما نمی‌دونید من چقدر نقطه ضعف دارم. و یه لحظه دو سه تا نقطه ضعف به ذهنم اومد و همونجا تصمیم گرفتم چرا اصلا من میگم نقطه ضعف، چرا اصلا وجود داره که من میگم دارم، خب نقطه ضعف رو حلش کنم. همه ما داریم ده ها نقطه ضعف داریم، صد ها نقطه ضعف داریم، ولی که من تا نتونم نقطه ضعفامو یکی یکی شناسایی کنم و همه رو پاکش نکنم، نمیتونم به شخصیت انقلابی باشم، نمیتونم به کمک 70 میلیون جمعیت برم. خودمون رو اول سعی کنیم پاکسازی کنیم،
در خودمون انقلاب به وجود میاد. اینا میگن سال به سال سر سال میشه میگه رزولوشن امسال چی میگه وزن کم کنم، اون میخوام برم ورزش کنم، اون که میخوام نمیدونم موام عوض کنم رنگش، هر کسی چیزی میگه. ما احتیاج به تغییر روحی اخلاقی داریم، ما احتیاج به تغییر ظاهر نداریم. ظاهرمون تقریبا هر چی باشه اوکیه نسبت مردم ستم دیده اون مملکت. ما احتیاج به انقلاب و تغییر درونی داریم. امروز یه چیز آقای نادر نژاد داشتم میگفتم، من میشیدم میگفت آقا اومده خواننده داره اونجا میخونه که کاست شریف تمتوع تظاهرات، تظاهرات شده صحنه بازرگانی، برای کسی نبوده، معلمی نبوده درس انقلاب به ما یاد بده، معلمی وجود نداشته که بگه انقلاب فرق میکنه با کامرشال، با تجارت، با بازرگانی، به خود معرفی کردن خود، نه اینکه خود فروشی منظورم جنسی، که مثلا کالاتو بفروشی، صداتو بفروشی، کسی نبوده. بنابراین خواننده‌ای که اونجا ببینه 10,000 نفر، 5,000 نفر، 50,000 نفر اصلا میده شروع خوندن، چون جمعیت میبینه خب موقعیت خوبیه که من برم. این شرم‌آوره، این شرماوری که بخونه بعد یه آلبوم جدیدم در راه داره میاد، در تظاهرات که برای آزادیه، چون کسی نبود اونم گناهی نداره. من خجالت میکشم اینا رو میشتم و میگم این جامعه لس آنجلس ما، نه مردم، نه شماها، بلکه اون به اصطلاح نخبه ها، اونا که همه میشناسن چقدر عقبند، چقدر کاسه پیشن، اینا چقدر مالندوزن، اینا انقلاب با کاسبی فرق میکنه. انقلاب یعنی از خود از همه چیز گذشتن، اول از همه با ارزشترین چیزتون، جونتونه. تا از جونتون نگذرید نمیتونید انقلاب بکنید. میشید پادوهای فریادکش، عروسکای یک بازی که یک نمایش، سیاه لشکر، آها بهترینش این میشه، شما میشید سیاه لشکر انقلاب، مثل فیلم ها. شما دوست دارید تو انقلاب توی فیلم سینمای هنرپیشه اول دوم باشید، یا میخواد سیاه لشکر کتک خور باشید؟ بعضی خصت شما میخواد سیاه لشکر بشن، یا دلش شما میخواد سیاه لشکر بعد هنرپیشه بشن، هنرپیشه اول بشن. من میگم نه، از اول بیاد هنرپیشه نقش اول داشته باشی، نقش دوم داشته باشی، سیاه لشکر باشی. و برای اینکه یک دفعه شما در صحنه ظاهر کنید، باید در خودتون انقلاب بکنید. هر چیزی که فکر کوچیک هست یک کار بکنید، یک تغییر در خودتون به وجود بیارید، ببینید میتونید این تغییر در خودتون به وجود بیارید. اگر آوردید در صحنه انقلاب حضور دارید. از همین امروز، از همین لحظه که من خدمتتون عرض میکنم، ما برای اینکه ملتمون نیاز داره، مملکتمون به یک انقلاب احتیاج داره. 70 میلیون نفر در اسارت هست، ما در لبه تیز تیغ انقلاب هستیم، به یک موی بنده. بیاد از امروز انقلاب رو شروع کنیم، منتظر نشیم که انقلاب بزرگ برسه و ما سیاه لشکرش بشیم. بیاد از امروز خودمون انقلاب رو شروع کنیم، اول از خودمون، اول یک تغییر، یک تغییر کوچیک، یک عادت بد رو بذارید کنار و پیش خودتون بگید من کردم. دیدی من کردم؟ دیدی من سیگار نکشیدم؟ من حالا با سیگار مخالف نیستم، با سیگاری یعنی منظورم، با سیگار مخالفم، با سیگاری مخالفتی نداره. من مثلا یه چیز ساده دارم میگم، دیدی من گفتم سیگار نمیکشم نکشیدم؟ پس من اراده دارم. حالا اراده من به این آخونده تحمیل میکنم، یه چیزی باست نشون بدید به خودتون، آمادگی کشید دارید یا ندارید. ببینید اون طرف سافت نیست، نرم نیست، با شما با نرمی روبرو نمیشه. شما توی اراده فشار طرف رو دارید یا ندارید، باز خودتون تحت آزمایش قرار بدید. آزمایشش اینه، حبیت ها، عادت های بدی که دارید شروع کنید گذاشتن کنار و مقاومت کنید جلوش. اگه تونستید جلوی این چیزهای ساده ای که من میگه، برای من ساده است، برای خیلی سخته، مثلا ترک مشروب، ترک مواد مخدر، ترک سیگار، ترک مثلا زنبازی یا زنها مردبازی، ترک نمیدونم کینه و حسادت، ترک نمیدونم دشمنی، ترک فحاشی، کلام بد،
یکی از مرتب فش میده.